ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری خوش آمدید بیننده های عزیز، عزیزای ما. باز هم دوباره میگن که زن شوهر بسیار زیاد دوست داشت، اینقدر دوست داشت که دمی اسنا شوهر دیگه بیچاره مریض بود و یک دفعه همین شوهر بر خانم خود میگفت که ما از پیشت میرم دیگه، ببیخی میرم، خدا مرا پیش از تو کنه، خدا مرا پیش از تو کنه خان آقا، خدا مرا، من بدون تو زندگی کردن نمیتونم خان آقا. چیز گفتنی برای پدر و مادرت نداری، دو دنیا به پدر کلانت چیز توفه نداری، بیا از خود من میرم، من خود زنده شدنی نیستم. نه خان آقا، خدا مرا پیش از تو کنه، الهی خدا مرا، الهی خدای من خود را دوست دارم خان آقا. خیلی بخیه گلاسه و برم بیاره. دمی اصنا که رفت در دلیز گلاسه و بیاره، اسرائیل آمد، گفت کجاست خان آقا؟ خان آقا، پشت خان آقا آمدی، در اون خانه در زیر لیاف است. دخترک بچه نوارسی کرد، پدرش گفت که بابا چی کنم؟ او چی کنی؟ من اینه تو سیلی مادر کلانه، بابا کلانه، من بود تو سیلی مادر کلانه، مادر کلانه مثله بود تا که بود میترسید، کمی آوردیش در خانه، در اون خانگت براتان جور کردیم، اما تو یک سیلی بزنیش که همون تو رکایی سامت بشانه تا آخر عمر سامت سرش بشینه. خوی بچه اک آمد یک دفعه برای بابای خود گفت بابا، آلو چی کرد که سیلی بزنو بشه؟ آلو، یه گفه من میفهمم، تو نمیفهمی، این همم شو اگر لطش کردی زیر تاثیرت میره، اگر نیه که لطش نکردی خدا و راستی با سیک و سیله. بابا؟ آلوی خوب باز چی بگویم میشه اول؟ اما تو ناگهانی کرد سیلی بزنم میشه؟ او بچه، اما تو فقط بگو که خوش آمدی، تا خوش آمدی اما تو یک سیلی بزنی. خب یک دفعه دمی اصنا مجلس عروسی شد، رفتن که دمی دختر که دمی عروس اتاقه که برشان جور کده بود، این بچه که رفت یک دفعه گفت خوش آمدی. دختر اگه دفعه خوش باشه، ما تو شوهرم هستی. یک دفعه بچه ترس یک سیلی اما تو محکمی دخترک ازد گفت هلو، من چی کردیم که کده سیلی میزنی ناق؟ من آقایم گفته بود. خوخی سعی کنگه یا اما تو رکایی سعی بیک، اما تو یک لغت کرکی بچه رسید، پس اثر آروز دور خورد دیگه سیلی، یک دفعه دیگه لغت سرمی بچه وار کردی، بچه دیگه کلکی نواز کرد آقا بیادرهای من صدا کن که بگروزنی کار یک نفر نیست. دختر کراته باز برآمد. دوستای عزیز، فامیلای مهربان ما و آل یکی از جوانای که راستی واقعا وکی علاقمند است که با من صحبت کنه، مرا 30 سال بعد دیدین، امو گفته یگان تا که یک خانم با شوهر خود پرسان کرد، گفت که قندیگل امیمه تغییر کردیم، گفت که آی چطور تغییر نکردی؟ دندان دکلیت نمون، سرت سفید شد، کپ شدی، دگه تغییر چی کنی؟ یک دفعه گفت من این تغییر نکردیم. گفت چطور تغییر نکردی؟ گفت این همی سنگ در جوانی هم قیل کردن نمیتونست، مال هم قیل کردن. و
خود دوست نازنین پیش استاچو آزاد صحبت کن، سرقیچم بتش مایک که صحبت کنه، خدا معرفی کو آزاد، فکر کو کد برادرت صحبت میکنی، اعضای فامیلت است. هیچ کدام مشکل نیست. جگر بریان کردم و چرا مهمان نمیشوی؟ ای شوخ نامسلمان چرا مسلمان نمیشوی؟ ریش تو جان من است، مگذار که جان من برایت. والله آنقدر هیجان هستم که برتون اظهار کردن نمیتونم. قربانتان، افتخار کل شما قلب مسته. زنده باد افغانستان، زنده باد مردم ما. تشکر از شما و از تلویزیون. یک سوال دارم. بفرمایید. آرسی کدی؟ آرسی نکدیم، نامزاد هستم. الله، اینال باش مگیر کدم بس خلاص. اینال شما یک جوانه که شاید کار کنه یا نکنه، کم کار کنه. اینال من مسج ما بر اینمی خانوادهای محترم اینمیست که همچو جوانایی که نامزاد میشن، اگر بخواین که دخترشان خوشبخت باشه تا آخر عمر زندگی کنن، مثل از این وارد جوان مقبول نازنین فقط به اندازه جیبش کتش رفتار کنن. من اینمی خواهش دارم. تشکر. من اینمی علا امین مبارک باشه، بخت دلا مبارک کنه، خدا مبارک کنه، حضرت شعر خدا دوای رحمت کنه، گل میخد بکارم دور تخت دلا مبارک کنه، خدا مبارک کنه، حضرت شعر خدا دوای رحمت کنه، گل میخد چندان بای نداره علا مبارک کنه، خدا مبارک کنه، حضرت شعر تشکرم این جان گل من. چرا عروسی نکردی تا حالا؟ نامزاد اینجاست یا دور است؟ قرائن گپ نزد. با معذرت که ما در خانواده یک دستم از ما پدر مادر ما شهید شده، ما برادر خواهر ندارم. اینه ما خوارت هم بیادرت. تشکر از لطفتان. هم پدرت هم مادرت وجود مستی. من برایم بخیر هر وقت رفتم که من به تماس شو که یعنی تو بیادر داری، من سرقی تو شوم، تو تنها نیستی، خوش آمدی، من قربانت شوم. I love you. I love you too. تشکر از شما دوستای عزیز. یک وقفه کوتاه دوباره پس میگردیم، باز هم با شما نازنینای ما.